أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. خب درباره کیفیت نماز جمعه فرمودن نماز جمعه دو رکعت هست مانند نماز صبح ولی دو خطبه دارد که توسط امام جمعه قبل از نماز ایراد می شود. مستحب است در رکعت اول سوره جمعه و در رکعت دوم سوره منافقون خوانده شود. همچنین مستحب است خواندن دو قنوت، یکی در رکعت اول پیش از رکوع و دیگری در رکعت دوم پس از رکوع. خب همه اهل نماز جمعه هستند و میدانند نماز جمعه را شرایط شدیروز عرض کردیم یا در جلسه قبل. و وقت نماز جمعه برگزار شد، خب امام جمعه دو تا خطبه میخواند که به جای دو رکعت به اصطلاح حساب میشه و دو رکعت نمازم مثل نماز صبح. خب اینها از استحبابات این دو رکعت هست که در رکعت اول سوره جمعه، در رکعت دوم سوره منافقون. ولی بعضا چون اینجا مثلا روز کاری هست خیلی تلاش میکنن و میگن که حتما باید بیاییم و بریم. به حساب بعضی ها میگن کل این تایمی را که ما آف میگیریم یک ساعت است، مثلا 20 دقیقه 15 دقیقه درایف هستیم، 15 20 دقیقه دیگه باید پس بریم. خب یک نیم ساعت باید کل خطبه ها و نماز و کل چیز تمام شود. خب باید یک اصلاحات را ما بیاریم در سبک زندگی و تلاش بکنیم که یک مقدار دنیا و آخرت خود را متوازن بسازیم. بالاخره به حساب کل هفت روز هفته که از 6 روز چه اختصاص بتیم به دنیا، یک روزش بر آخرت قرار بتیم، یا اگر بهتر مثلا دو روزش بگذاریم، در حالی که به حساب نصف حداقل باشه اونایی که مؤمن هستن. خب حالا به هر دلیل، به خاطر که از ثواب نماز جمعه بی بهره نشن، مثلا خیلی آیات زیبای سوره جمعه داره که آدم باید هر جمعه تکرار بکنه، یا سوره منافقون، یا این زحمتی که میکشن خواهران و برادران که میایه، آدم حیفش میه که یک چند کلمه صحبت نکنه، ولی آدم در استرس است، میگه در خطبه ها در ظرف 10-15 دقیقه باید خلاص شود. در حالی که معیاری خطبه دو تا خطبه حداقل یک 40 دقیقه باشه، که 20 دقیقه یک خطبه 20 دقیقه یک خطبه، که یک چند کلمه صحبت شود و اونم مثلا در دو سه زبان که باشه، که دیگه کلهم بخی یک مطلب بسیار کوتاه میشه. حال در ایران و اینجا که شما میرین در نجف در کربلا تقریبا نزدیک یک ساعت دو تا خطبه رو میخوانن و هم در یک زبان. خب باز اگر دو سه زبان شه، خب باز تقسیم میشه دیگه، تقسیم بر سه میشه. به هر حال از این ثواب انسان بی بهره نشه. حالا اون مثل دو رکعت نماز صبح هست و این سوره جمعه و منافقون هم جزء مستحباتش است. دو تا قنوت هم مستحب است، همونطور که قنوت های نماز های واجب هم مستحب است. یعنی ما اگر فراموش کردیم قنوت نخواندیم اشکال نداره دیگه، چون اون مستحب است. و اینجا هم در رکعت اول قبل از رکوع، در رکعت دوم بعد از رکوع. و دعاهای خیلی زیبایی داره در نماز جمعه در این قنوت ها وارد شده که اونها دیگه حوصله میخواد، که یعنی کسی که فارغ البال باشه و مثل افغانستان ایران اینا که روز جمعه روز تعطیلی هست، اونا را آدم میتونه بخونه. خب اونقدر نماز جمعه اهمیت دارد که پیامبر گرامی اسلام وقتی وارد شدند در روز دوشنبه 12 ربیع الاول در مدینه، یک مسجد را در محله قبا تأسیس کردند که الان هم هست به نام مسجد قبا. و بعد همینطور آمدن به سمت خود اون شهر مدینه که الان مسجد حضرت هست که کنارش خانه حضرت بوده. در اونجا یک محله بنی سالم بوده، در اون محله روز جمعه بوده. آقا اون 4 روز در محله قبا که اونجا مسجد هم درست کردن، در اونجا منتظر امام علی علیه السلام بود، چون امام علی علیه السلام را بعد از خود گذاشت در مکه و جای خود خوابان، که آیه قرآن آمد کسایی هست که جان خود را در راه خدا ایثار میکنن.
و بعد فرمودن که من میرم، بعد از من مثلا خب چند تا از خانم ها از جمله فاطمه زهرا سلام الله علیها و کسان دیگه که مانده بود، چون پیامبر گرامی اسلام تنهایی دیگه رفتن از مکه و تعبیر فرار کردن از دست مشرکینی که به قتل میرسان کافرین. خب آقا امام علی علیه السلام خب اون خانم ها و به اصطلاح فاطمه زهرا سلام الله علیها و بعضی از کسایی که دیگر باید با خود می آورد و بعد بعضی از طلب ها و بدهکاری های پیامبر هم حل می کرد، که از همون ابتدا اینها همه نشان دهنده این هست که پیامبر گرامی اسلام امامت را بر امام علی بعد از خودش قرار داده، که در همون اول آغاز اسلام هم در ابتدا وقتی که وحی را و اعلام نبوت را بر اقوام خود فرمود، وندر عشیرتک الاقربین، فرمود هر کسی که اولین فرد باشه به من ایمان بیاره بعد از من خلیفه و جانشین و وصی من هست. خب هیچ کس نبود جز امام علی. یعنی ده ها مرتبه اینه که ما میگیم در روز عید قدیر امام علی علیه السلام از طرف خداوند منصوب به امامت شد، اون دیگه نهاییش است. ولی در تمام طول تاریخ پیامبر گرامی اسلام را که مشاهده میکنید، در جاهای حساس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امام علی را به جای خود گذاشته که کارهای مهمش انجام بده، یا حتی در یکی از جنگهای طولانی امام علی علیه السلام که دیگه سپه سالارش بود، اون را به جای خود گذاشت و فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی. تو مثل چون امام علی علیه السلام ظاهرا ناراحت شد یک مرد جنگی که سپه سالار باشه او رو بگذارن همه مردها از شهر بره، خب حالا یک مرد بی غیرت باشه خوش میشه میگه خوب است دیگه، ما در قات زنا هستیم، زنا فقط بانه و اونم طولانی باشه. اما یک مرد با غیرت، اونم جنگی، اونم سپه سالار لشکر، اونو بگی بشینه تو نرو. خب مثل عزیز که یک فوتبالیست بگه تو فوتبال نکو، خب کلگی برن فوتبال کلگی ایره بگه باش مسابقه هم جام جهانی باشه مثلا. خب اینجا امام علی علیه السلام فرمود که تو جانشین من هستی. خب در اینجا منتظر امام علی علیه السلام چهار روز ماندن و آقا آمد. آقا وقتی که آمد با ایشان حرکت کردن و این محله بنی سالم، بحث اینجا بود که در اینجا که رسیدن آقا اولین نماز جمعه را در اونجا اقامه فرمودن پیامبر گرامی اسلام. پس اولین نماز جمعه اونجاست و ده ها حدیث داریم در باره نماز جمعه که حج فقراست. کسی که حج رفته نمیتونه، همینه که میاد در نماز جمعه خودش یک حج حساب میشه. کسی که گناه کرده زیاد میفرماید که وقت نماز جمعه میایی مبرایی، مثل عزیز که تو از گناهان کاملا جدا شدی، مثل عزیز که نو از مادر متولد شدی. اینها بهانه هایی است که خداوند به دست انسان گناهکار میدهد که توسط اینها امید به خدا بیشتر پیدا بکنند. ما گفتیم حق الناس دیگه چیز است. حالا پول مردم را گرفتیم، او بخشیده نمیشه. حق مردم را ضایع کردیم، بخشیده نمیشه. غیبت یکی را کردیم، با یکی کینه داریم، تهمت داریم، اونا دیگه جاست. حساب خود انسان با خدا را خیلی زود صاف میکنه. چون خدا کریم است. خب بیشترین هم گناه ما با خداست دیگه. خدا کریم است. انسان ها به حساب این کرامت را دارند. یکی از تاجرین مثلا تهران هست، یکی از علما می فرمودن آخر سال که می شد حساب کتاب خودم می کرد، آخر سال حساب کتاب خودم می کرد و بعد می دید که کی طلب داره، کی به مثلا از کی طلب داره و از کی بدهکار است، بدهکاری ها را کلش می داد. خب حاسبو قبل ان تحاسبو، این هست که حساب های خود آدم باید صاف بکنه. همه بدهکاری ها را می داد و بعد طلبکارا را یک کتابچه یا یک یادداشت را میداد در دست شاگرد خود که تو برو این طلبا را جمع کن. و بعد به شاگرد خود میگفت بسیار با احترام با اینا بگو که اگر داشتن بتن، اگر نداشتن هیچی. بعد میامد مثلا از 10 تا طلبکار مثلا 7 تاش میداد، 3 تاش میمون، 3 تاش که میدون خط میزد، میگفت دیگه مثلا از این طلب ندارم. ببینید یک بنده خدا که به حساب خدا اعتقاد داره، ایمان به خدا دارد، کریم هست، میگه خب حتما نداشته که بته، هیچ چی دیگه حساب ما باشه. خب این نماز جمعه هست. نماز جمعه هر قدمی که انسان برمی دارد، ملائک خاصی
در بالای مصلای نماز جمعه هست. حالا اون دم در مسجد مثلا نشستن، یک وقت کرونا که بود دو نفر استاد میشد دادن مسجد نامار نوشته میکردن و اونها اسامی افراد را که به نماز جمعه میآیند به ترتیب آمدن نوشته میکنن که کی زودتر میآیه که فضیلت او بیشتر است و سابقون از سابقون است دیگه، در مسابقه ها در این هاست دیگه، اونایی که قد وقت‌تر میان اونها به حساب ارزش بالاتری دارن. و یک حدیث دیگر هم عرض بکنم و یک کلمه دیگه هم از این کتاب که انشالله خیلی طولانی نشه. ما یک مقداری که در این روزا بیشتر صحبت میکنیم به خاطر فضیلت این ماه است. این ماه رجب ماه است، ماه عبادت است و بالاترین عبادت همین احکام است، بالاترین عبادت همین معرفت است که ثوابش از 12,000 ختم قرآن کریم طبق اون حدیثی را که ما عرض کردیم بالاتر هست. همین چند دقیقه که ما میشینیم یا چند دقیقه که بینندگان این بحث را گوش میتن در خانه. خب یکی از اونها این هست که شیاطین در بازارها میره، چون ابلیس خودش و رئیسش ابلیسه، ولی این چوچه و بچه و نفر اینا زیاد دارن به نام شیاطین هست. و بعد شیاطین انسیام که داریم دیگه، اما شیاطین جینی منظور هست، این پراکنده میکنه لشکر خود را در بازارها بین مؤمنین که مانع آمدن مردم به نماز جمعه شود. رضاست یک بنده خدا، حالا اون قسمت را نمیگم که در کدام قسمت شهر سیدنی بود، میگفت که من تعجب میکنم که از صبح کاریج نیست، یک آن کارامیه موبایل فروش بوده که موبایل تعمیر میکنه، امینیزدی که آزان که میشه که مشتری پشت مشتری میه. من چون او رو میدیدم که میای نماز میخوانه ولی بعد از نماز جماعت میه. من یک روز گفتم خاله تو وقت که میگذاری از دکان میای نماز میخوانی در مسجد، خب تو چرا امیره وقت یک چند دقیقه زودتر نمیای که ثواب نماز جمعه؟ گفت اینی تعجب است، گفت مشتری نمیه. امینیزدی که آزان شد یکدم ببینی مشتری ها سر میکنه، او میه. خب من گفتم اونا مشتری نیست، اونا شیطان ها هست، شیاطین هست که بر تو مشتری میفرسته و بعد او پول هم پوله خیلی با برکت نیست. تو بیا همین دکان تا بسته کن بگو برو تعطیل. اگر شما وقت دارین میخواین موبایل یا موبایلتون رو میخواین تعمیر بکنین، نیم ساعت دیگه من میایم ببین که خدا چی برکت برات مندازه. خب از جمله همین شیاطین میگه لشکر خود را پراکنده میکند در بازارها که مردم در نماز جمعه نیایه، مشتری میفرسته مثلا مشغول میکنه، کار یکی رو خراب میکنه، حالا به تعبیر ما مثلا هر وسوسه‌ای که مندازه که نفر از نماز جمعه نیایه. خب این بحثی را که ما دیروز عرض کردیم به عنوان یک فرمول، پیامبر گرامی اسلام به امام علی علیه السلام فرمود 6 تا دستور داد که یکی از دستوراتش این بود اداره ایت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت به اتمام الفرائض. علی جان اگر دیدی مردم مشغول مستحبات و نوافل و فضائل و این کارا هست، تو چی کار کن؟ به واجبات بپرداز. این یک فرمول بسیار اساسی هست که دهها درس میتونیم از این بگیریم که اول ما ببینیم واجب چیست، واجبات را ما اول خوب یاد بگیریم بعد از او با مستحبات. حالا مثلا بعضیا حالا خیلی نماز میخوانن اما نماز واجبش حمد و سورش درست نیست، خب تو اصل امیر درست بکن. یا مثال های ده ها مثال ما میتونیم بتیم، ختم قرآن هست، 2 تا 3 تا قرآن ختم میشه ولی میبینی نزدیکه که آذان میشه نانم یارن. الحمدلله در این مسجد نیست، در این محله نیست، ولی در افغانستان کلا رسم بوده، در بعض محله ها اینمی رسم است، در همین جام در یکی از مراکز همین بود. خب قرآن یا ختم قرآن، اول که یکی دو ساعت ختم قرآن است، بعد از او باز تلاوت های قرآن است که مردم میای و میره. همین نزدیک 5 دقیقه مانده بود که آذان شام بته، یک دم میبینی که سفره ها آمده. خب 5 دقیقه صبر بکن، 5 دقیقه صبر بکن، مردم گشنه نیست، ماه رمضان هم که نیست، نه نان آماده شده یخ میشه. خب اینا شیطان هست، اینها کار شیطانی هست، وسواس شیطانی است. پس اولین دستور این هست که انسان واجب را باید ببینه. واجب مثلا چی هست؟ انسان مثلا در وجودش استخوانش اصلی هست، حالا گوشت یک کمک
پوست افتاد، دیگه شد، دیگه شد، خیلی به انسان ضربه نمیخوره، اما استخوان بشکنه، اون اعضای کریمه که امام علی علیه السلام همچون ماه امام علی است، بیشتر از امام علی یاد بکنیم، اعضای کریمه خود امام علی علیه السلام یکی از دعایش همی بود که خدایا این اعضای کریمه بدن من را تا روز آخر بر من سالم نگه دار، یا به تعبیر دیگر اولین چیزی را که از من میگیری نفس من باشد. یعنی چی؟ اعضای کریمه مثل چشم، مثل دست، مثل پای، مثل قلب، اینا اعضای کریمه است، که یعنی اگر اینا نباشه انسان به مشکل میفته. مغز، مهمترش مغز. حالا یک قسمت دست آدم از بین رفت، مثلا یک سرماخوردگی گرفت، یک کم معده آدم در گرفت، یک کم حساب، اینا خیلی ضربه نمیزنه، اما اگر چشم از بین بره، گوش از بین بره، عقل از بین بره، اینا خیلی مهم است. در دین هم همینطور که در خطبه 167 نهج البلاغه آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید الفرائض، الفرائض یک چیزه که عرب دو بار سه بار تکرار میکنه، که ما مثلا میگیم اوشکو اوشکو اینطوری، آقا هم فرمودن واجبات، واجبات. ادوها الی الله تؤدکم الی الجنه، این را انجام بدین که شما را به بهشت، همین واجبات میبره. مستحبات بله رنگ و لعابش زیاد میکنه، شاید بهشت حور و قصر و دیگه و دیگه زیاد کنه، ولی اصل در بهشت رفتن است با همین واجبات. انسان میفرماید و در ادامه میفرماید لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، هیچ تقرب نیست با مستحبات اگر اون مستحبات ما را به واجبات ما را ضربه بزنه. اگر ما 10 تا قرآن ختم کردیم و نماز واجب خود را نخوانیم یا اول وقت نخوانیم، اونها هیچ کدام سود نداره. شب تا به صبح نشستیم دعا کردیم، دعای کمیل، دعای صمد، زیارت جامعه کبیره، ختم قرآن، دیگه شب قدرم هست، یک دم حساب در نماز صبح ما خواب ما رفت، کل اینا عبثه، هیچ مساوی نیست با اون دو رکعت نماز. که اینها را انشالله کم کم بحث میکنیم. خداوند انشالله این توفیق را با ما عنایت بگرداند که اول واجبات خود را درست آگاه بشیم و درست عمل بکنیم و خداوند این اعمال ما را خالصانه قبول بگرداند. و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين. شب جمعه هست، خداوند انشالله اموات همه را غریق رحمت بی منتهای خیش بگرداند. رحم الله من یقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله.